سلام بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه گفتگوی خواهم داشت با دو تن از فعالین کارگری، رفقا مجید تمجیدی و محمد صفوی. امروز اعتصاب سراسری کارگران نفت وارد دهمین روز خود شده. بنابر اطلاعات منتشر شده، تعداد واحدهای اعتصابی اکنون به 72 واحد در 10 استان رسیده و حداقل 60,000 کارگر در آن شرکت کرد. رفیق مجید تمجیدی و تشکر از شما برای حضورتون در این برنامه. همونطور که میدونید، محرک این اعتصاب اساساً کارگران پیمانی شرکت نفت هستند. چند دهه قبل شرکت نفت مظهر کار تمام وقت و همراه با بالاترین مزایای دریافتی توسط کارگران بود، در حالی که صنعت نفت استراتژیک ترین صنایع کشور و ارکان مالی و درآمدی کشور است، چرا بخش بسیار مهمی از کارگران شرکت نفت اکنون در این شرایط اسفناک قرار دارد؟ با سلام به شما و دوست و رفیق عزیزم محمد صفوی و بینندگان عزیز، من قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، دوست داشتم یه یادی از یدالله خسروشاهی بکنم، از رهبران برجسته صنعت نفت. و من یه عکس اینجا دارم که عکس یدالله است با دخترم وقتی اومده بود خونه ما بود چند روز. این روزا که این اعتصابات توی صنعت نفت بود، من به طور ویژه تری به این عکس نگاه میکردم و یاد ایشون میافتادم و بیشتر به این فکر میکردم که چه خوب بود که زنده بود و بخشی از سهم خودشو توی جنبش کارگری به چشمش میدید و میدونم که خیلی خوشحال میشد. حالا یدالله جزء اونایی بود که بخشن بخشی از تجارب و زندگی مبارزاتی خودش رو به صورت مکتوب، به صورت فیلم سعی کرد به نسل جوانتر کارگرا به خصوص تو صنعت نفت به هر حال منتقل بکنه، که متاسفانه این سنت توی جنبش کارگری ما ضعیفه و خیلی وقتا این تجارب و دانش‌های خیلی ارزنده به نسل جوان منتقل نمیشه و خیلی وقتا نسل جوان همون اشتباهاتی را که نسل قبلش کرده دوباره تکرار میکنه. با یاد عزیز یدالله خسروشاهی، راستش در پاسخ به پرسش شما من فکر میکنم یه نکته بگم. من کاملا با این موافقم که شرایط رفاهی جنبش کلن کارگرای نفت نسبت به بخشای دیگه جنبش کارگری بهتر بوده قبل از انقلاب، ولی از یه زاویه دیگه هم فکر می‌کنم باید خیلی محتاط باشیم که یه تصویر قلوامیزی از وضعیت کارگر قبل از انقلاب ندیم. حالا خود محمد صفوی اینجاست و از خانواده کارگری صنعت نفت میاد، پدر ایشون کارگر نفت بوده. یدالله خسروشاهی سعی کرد حتی از دهه 20 وضعیت کارگرها تو نفت رو ترسیم بکنه و میدونیم که به هر حال کارگران اونجا با مشکلات خیلی عدیده روبرو بودن و شرایط خیلی سختی داشتن، ولی در مقایسه طبیعتاً در مقایسه با وضعیت کارگرای نفت امروز و تحت جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست و وضع خیلی بهتری داشتن. در رابطه با ادامه به هر حال پاسخ به این سوال، بعد مقدمتا دوست داشتم چند نکته رو بگم که مشخص برگردیم به
وضعیت کنونی کارگرای نفت، اونم اینه که کلن از سالها پیش، از چند دهه پیش، یه هجومی از طرف بورژوازی جهانی همه کشورها شد، اون چیزی که حالا به نئولیبرالیسم و اینا مشهور شد، ولی تو حوزه سازمان کار به پسافوردیسم به حال مشهور شد و هسته این تئوری این بود که از طریق لاغر کردن، هرچه لاغر کردن تولید و کاهش هزینه ها، به حال یه تغییرات بنیادی تو سازمان کار به وجود بیاره که نمیدونم انباراش کوچیک بکنه. الان تو همین سوئد ما اگه میخواییم مثلا نمیدونم مبل بخری، مبل میری انتخاب میکنی، قبلا از همونجا بار میزدن میفرستادن خونت، ولی الان تازه وقتی سفارش میدی مثلا یعنی 2 ماه 3 ماه بعد مبل به دستت میرسه، به خاطر اینکه تازه سفارش تولیدش اونم توی کشور دیگه، حالا لهستان کجاست، باید بده. تو زمینه قراردادها هم اینا سعی کردن بخش زیادی از فعالیت‌های شرکت و اون سازمان رو به بیرون از اون سازمان منتقل بکنن و به هر حال اونو میدن به یه شرکت دیگه که اون کارو بکنه، حالا از حسابداری گرفته، از بخش برنامه ریزی گرفته، بخش نمیدونم آیتی گرفته، همه اینا. توی صنعت نفتم در حقیقت اگه بخوام این تاریخ دنبال بکنیم، یه چند اتفاق افتاد. یکیش به نظر من مهمترین اتفاق کلن قضیه جنگ ایران و عراق بود که تو برای شهریور 59 شروع شد و فکر میکنم این کلن کمر صنعت نفت شکست، فقط نه در رابطه با جابجایی و فشار به فعالین و رهبران کارگری، بلکه کلن بیکاری وسیع و مهاجرت وسیع خیلی از کارگرای شرکت نفت از شهرهای خوزستان به شهرهای شیراز، نمیدونم اصفهان، تهران، و مهمتر از این که خیلی از زیرساخت‌های صنعت نفت به هم زد. پالایشگاه بمباران شد و خیلی از تأسیسات بمباران شد و این بزرگترین ضربه بود. در ادامه اون توی بعد از آتش بس توی دولت رفسنجانی با اون سیاست بازسازی اقتصادی و نیاز به این که خیلی از پالایشگاه‌ها و مراکز صنعتی توی نفت بازسازی بکنن، تو دوره محمد قرضی در حقیقت چیز بود، وزیر نفت بود، اینا اومدن چند تا دو تا سیاست با هم به پیش بردن. یکی این که خیلی از نیروها رفته بودن و به نیرو احتیاج داشتن، به همین خاطر خیلی از کارگرهای موقت و فصلی و اینا رو اینا اومدن استخدام رسمی کردن. تعداد کارگرهای رسمی دائم تو صنعت نفت افزایش پیدا کرد، ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه حجم فعالیت ها کلن گسترده شده بود، اومدن خیلی از این کارها رو دادن به شرکت‌های پیمانکار. کلن وجود شرکت‌های پیمانکار و پروژه‌ای زمان قبل از انقلاب، زمان شاه هم وجود داشت ولی بخش اندکی بود. بعد از انقلاب تعدادش زیاد شد، خیلی از برحال کسایی که یا پاکسازی شده بودن یا بازنشسته بودن، اینا میرفتن شرکت‌های کوچیکی درست میکردن و بخشی از کارها رو میگرفتن. ولی تو بعد از آتش بس این روند خیلی سرعت زیادی بهش داده شد و تعداد شرکت‌های پیمانکاری زیاد شد و از مجموع کارگرای صنعت نفت بخش زیادی شامل کارگرای پیمانی و موقت شدن. ولی در حقیقت اتفاق اصلی که خیلی تغییرات بزرگتری به وجود اومد آورد، در حقیقت مدالش رو باید داد با آقای بیژن زنگنه که وزیر نفت بود تو دولت 7 و 8، تو دوره محمد خاتمی، الان هم که تو دوره ریاست جمهوری روحانی، الان 2 دوره که تو وزیر نفته و ایشون در حقیقت پرچمدار این تعرض و حمله به
جنبش کارگری توی نفت و به خصوص این قضیه گسترش شرکت‌های پیمانکار و تکه تکه کردن در حقیقت چه در بخش تولید، چه بخش گاز و پتروشیمیا، چه تو بخش پالایش، بخش اعظمی از فعالیت‌های در حقیقت تحت پوشش صنعت نفت که اینجا الان 3 تا شرکت شده بودن، اینا تو اواسط دهه 70 هم اون شرکت پالایش ایجاد کردن و شد شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و بعدش هم شرکت پالایش، که الان اگه 230,000 کارگری که تو تحت به هر حال وزارت نفت مثلا کار میکنن، اینا از حدود 230,000 بنا به آمار خودشون حدود 64,000 تاش استخدام رسمی و از این 64,000 تا بخش زیادش نیروهای حراست هم. خود زنگنه وقتی اومد دوباره وزیر نفت شد گفت من وقتی رفتم 108,000 تا بودن، الان شدن 200 خورده، خیلی از اینا رو باید به هر حال پاکسازی کرد، تعداد پرسنل آورد پایین و میگفت نه الان 40,000 نفر ما نیروی حراست داریم. کلن این شرایط باعث شد که ما به این روز برسیم که کارگر نفت الان بخش زیادیش قراردادهای دائم و رسمی نداره، خیلی هاشون کارشون در حقیقت روزمزدن، خیلی از این روزمزدها حتی از سطح در حقیقت حداقل دستمزدن پایین تر میگیرن، فیشای حقوقیشونو همه اگه به نفت آنلاین ببینین میفرستن به اونا و اونجا چاپ شده که خیلی از اینا کارگریه که فوق لیسانس 6 سال سابقه کار داشته زیر 3 میلیون حقوق میگیره، کارگری هست که زیر 2 میلیون حقوق میگیره و به خصوص کارگرهای پروژه‌ای جدا از شرایط کارشون به هر حال کارشون توی محل زیست و خوابگاه‌هاشون هم به شدت اسفناکه و از کمترین امکانات رفاهی برخوردارن و در حقیقت اگه بخوام جمع‌بندی بکنم همه این روند باعث شد که بخش زیادی از کارگرای صنعت نفت این شرایط بسیار اسفناک دارن که یکی از دلایل اصلی به هر حال این اعتصابات اخیره. سلام میکنم به شما رفیق محمد صفوی و تشکر میکنم که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. اعتراض به شرایط بربرمنشانه و ابربهره‌کشی شرکت‌های پیمانی در صنایع نفت سابقه داره. در سال گذشته عمران روشنی مقدم کارگر میدان نفتی یادآوران خودش رو حلق‌آویز کرد. بسیاری میدان دادن دولت به شرکت‌های پیمانکاری انتقاد کردند و خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری در درون مناسبات کارگاهی شدند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به مشاور خودش رو مأمور کرد که علت واقعی خودکشی این کارگر رو بررسی بکنه و همچنین نقش یکی از کارکنان حراست شرکت پیمانکاری رو، اما مسئله مسکوت گذاشته شد. شرایط کاری کارگران شرکت نفت که منجر به خودکشی کارگران میشه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ منم سلام میکنم به شما و مخاطبان شما و همینجور به دوست گرامی رفیق گرامی مجید تمجیدی سلام میکنم که بعد از مدت ها در اینجا ملاقات میکنیم. به هر حال منم به یاد یدالله خسروشاهی از رهبران نفت شروع میکنم. ای کاش زنده بود و ای کاش اون کسانی که در صنایع نفت بودن از فعالان کارگری و کارگران پروژه‌ای که اعدام شدن امروز میدیدن که دوباره همکاران خودشون، همقطاران خودشون به هر حال یک جنبش استثنایی رو توی سراسر کشور در صنایع پتروشیمی و گاز و نفت آغاز کردن و واقعا یک حرکت بی سابقه ای رو رقم زدن. اما در مورد سوال مشخصیتون که در مورد مرگ
مرگ خودکشی یکی از کارگران در واقع پیمانکاری یکی از این شرکت ها هستش که فکر میکنم شرکت نظم آفرینان ایمان بود که این کارگر خودش رو حلق‌آویز کرد و بعد مشخص شد که چه شرایط بد اقتصادی داره. ببینید همونطور که رفیقمون مجید توضیح داد، اینا همه ریشه در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود این حاکمیت داره که با اجرای سیاست‌هایی که پیش گرفت و مجید به درستی توضیح داد، از بعد از جنگ، بعد از اعدام‌هایی که در واقع مثل یک شوک درمانی بود انجام شد، اقتصاد ایران به سمت خصوصی سازی‌های گسترده پیمانی شدن و پیمانکاری‌هایی که به اصطلاح همینطور مثل قارچ در تمام صنایع رویدن، به خصوص در نفت و گاز و پتروشیمی، و اینطور اموال عمومی رو دولت به غارت کرد، یعنی داد دست کمپانی‌هایی که جز دزدی و اختلاس و سودجویی اهداف دیگه‌ای نداشتن. به همین خاطر فقط عمران روشنی مقدم نیست که به خاطر این شرایط بربرمنشانه خودش رو در محل کار اعدام میکنه. ما کارگران دیگه‌ای داشتیم که در شهرداری‌ها در شهرهای مختلف کار میکردن، خودشون رو به خاطر فقر و نداری و شرایط کار بربرمنشانه‌ای که به اونا تعمیل شده توی این 14 خودشون رو اعدام کردن. شما تصور بکنید وقتی که شما از امنیت شغلی برخوردار نیستید، از رفاه نسبی برخوردار نیستید و دستمزد شما زیر خط فقر تعیین میشه، مسئله بهداشت شما به صورت کالای گرانبها در اومده، مسئله آموزش شما به صورت کالای گرانبها در اومده، در نتیجه کارگری که نمیتونه از عهده این مخارج بر بیاد، کارگری که احساس امنیت شغلیشو از دست میده، در نتیجه به اصطلاح امنیت اقتصادیشو که از دست میده، امنیت روانی رویش هم از دست میده و دچار تزلزل میشه و در نتیجه دست این خودکشی ها صورت میگیره. فقط البته خودکشی ها در حوزه کار نیست، بلکه ما در مثلا کشوری هستیم که مثلا روزانه طبق آماری که خودشون میدن 13 نفر دست به خودکشی میزنن، که خودشون هم باز اعلام میکنن که دلیل عمده اونها مشکلات اقتصادی هست، فقر و نداری و سقوط قدرت خرید کارگران، به هر حال امنیت روانی کارگران رو مختل میکنه. به این خاطر هستش که شما شاهد این به اصطلاح میزان از مرگ و مثل خودکشی کارگران هستین، چه در محل کار چه در بیرون کار، و این واقعا برمیگرده به سیاست‌های اقتصادی این رژیم و این سیاست‌های اقتصادی که این رژیم اعمال کرده. گفتم مجید توضیح داد، اساسا سیاست لایه‌لایه کردن طبقه کارگر ایران بوده که کارگران نتونن، یعنی با اجرای قراردادهای موقت، کارهای روزمزدی، پیمانکاری و به اصطلاح اجرای این شیوه ها به شکل نظامی گونه، یعنی شما مجلس مقننه شما یا دستگاه اجرایی شما یا مجموعه حکومت یه سیاست اقتصادی رو تعیین میکنه، ولی پشتش دستگاه نظامی سرکوبگر ایستاده که اینا رو در محیط کار اعمال میکنه، و در نتیجه شما اگر کارگری بخواد برای به اصطلاح کاهش سطح دستمزدش مبارزه بکنه، اگر بخواد برای بی‌عدالتی تو محیط کار مبارزه بکنه، اگر بخواد علیه این بربرمنشی که در محیط استبدادی کار ایران وجود داره حرفی بزنه، میگیرنش یا به شلاق میبندنش یا به زندان به سلام محکومش میکنن، که ما بارها دیدیم در مورد صنایع مختلف ایران، از جمله نیشکر هفتاد، از جمله کارگران معادن ما که هر موقع اعتراض کردن بسیار دوچار این سیاست های سرکوبگرانه شدن، و اینها و این سیاست های به اصطلاح پیمانکاری و اینا که داره انجام میشه، واقعا شما نگاه بکنید یک حکومت مذهبی با یک سری سرمایه‌دار بسیار خشن، الگوهاشون از کجا گرفتن؟ الگوهاشون از سرمایه های سرمایه‌داری، سیستم سرمایه‌داری جهانی گرفتن. معمولا بعد از جنگ جهانی دوم بود که این سیاست های پیمانکاری و قطعکاری به اصطلاح به پیش رفت تو سطح جهانی. بعد از جنگ جهانی دوم کمپانی های ژاپنی بودن که با درسگیری از مبارزات میخواستن که مبارزات کارگری که تو آمریکا قبل از جنگ جهانی دوم تکرار نشه و کارگران فاقد به اصطلاح تشکل یابی بشن، در ژاپن شروع کردن تو صنعت خودروسازیشون
شروع کردن و برای درهم شکستن اتحادیه‌های کارگری، به جای اینکه مثلا بیان تمام کارگران رو در یک کارخونه زیر نظر یک مدیریت سازماندهی کنند، اومدن رشته‌های کاری رو بین پیمانکارهای مختلف دادن که بتونن اون رزمندگی کارگرا، اون خاص، اون به اصطلاح مطالبات کارگری رو سرکوب کنن. همین سیاست سرمایه‌داری جهانی توسط همین آدم‌ها چه در زمان شاه که مجید اشاره کرد، چه الان اجرا میشه. در زمان شاه مقیاسش کمتر بود، ولی به همین شدت. من خود من در سال 54 تو پتروشیمی ایران ژاپن بخش ساختمانی زیر نظر یک پیمانکاری کار میکردم که همون موقع از کارگرا آب سرد آشامیدنی نداشتن تو اون مثل سایتی که کار میکردن بخورن. و همین سیاست توسط اینا به شدیدترین شکل ادامه پیدا کرد تا به امروز میبینیم. یعنی ریشه های اقتصادی و اجتماعی این خودکشی های این کارگران و این اعتراضی که کارگران امروز دارن میکنند، ریشه هاش در این سیاست های اقتصادی این حاکمیت نهفته است. خیلی ممنون رفیق مجید. در عکس العمل در برابر این اعتصاب نیرومند، زنگنه وزیر نفت، کمیسیون انرژی مجلس و اعضای اون با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جلسه اضطراری برای بررسی این اعتصاب تشکیل دادن. قالیباف مطرح کرد که به خواست کارگران رسمی رسیدگی میشه، ولی در رابطه با خواست کارگران پیمانی به طور صریح صحبتی نکرد. آیا به نظر شما رژیم سیاست تفرقه بنداز و از این طریق با تفرقه افکندن بین کارگرا نمیخواد این اعتصاب رو در واقع بشکنه و نذاره که ادامه پیدا بکنه؟ در پاسخ به پرسش شما، کلن تفرقه اندازی توی جنبش کارگری معلومه که یه سیاست همیشگی رژیم بوده و انهای مختلف این کار کرده و کلن وجود زمینه های اختلاف ها همیشه قوی تر کرده، چون به نفعش بوده که کارگرها متحد نشن. تو نه فقط الان قالیباف این حرف زده، تو دوره علی لاریجانی مصوبه آوردن که همین تبدیل وضعیت بشه و کارگرای قرارداد پیمانی و موقت بشن رسمی و دائمی. ایشون مخالفت کرد و گفت غیر قانونیه، با اینکه خودش هم میدونستش که کلن هم بنا به قانون کار خود همین جمهوری اسلامی که گفتن کارهایی که خصلت مستمر داره باید کارگر قرارداد دائم داشته باشه، فقط واسه کارهای فصلی و پروژه‌ای و ایناست که کارهای قراردادهای موقت باید نوشته بشه. بخشنامه هایی هست از طرف خود دولت های قبلی، دیوان اداری که به هر حال این قراردادها رو که انجام میدن غیر قانونی میدونن. خود آقای لاریجانی هم میدونست، ولی با توسل به این که نمیتونه تو اون قرارداد دخالت بکنه از تصویب این مصوبه جلوگیری کرد. ولی کلن در جمهوری اسلامی تفرق اندازی یه سیاست نهادینه و ساختاری شده با این تغییراتی که توی سازمان کار ایجاد شده. ببینید، یکی مسئله همینی که این 230,000 کارگر انواع قراردادها را دارن، قراردادهای نمیدونم ویژه معینی دارن که شامل یه عده خاص میشه، قراردادهای رسمی است که تو اون قراردادهای رسمی هم دوباره اختلافات زیادی از لحاظ سطح دستمزد و اینا ایجاد کردن، قراردادهای پیمانی است، قراردادهای موقت است، قراردادهای پروژه‌ای است، قراردادهای روزمزد است که اصلا هیچ قراردادی ندارن. این خودش یه زمینه اختلافه. من همین الان توی دنیای مجازی دنبال میکردم، بعد از این اعتصاب کلی این کارگرا خیلی هاشون به جون هم افتادن، اونایی که تبدیل وضعیت شدن دارن میگن به ما نمینا حسودیتون میشه، ما شرایطش داشتیم، دست و سابق کار داشتیم، تحصیلات داشتیم، شما ندارین. منظورم اینه که یه زمینه اختلاف خیلی وسیعه. یکی مسئله اینه که عدم همسانسازی دستمزد هاست که
توی این 230-240,000 نفر کارگرایی هستن که دقیقاً همون تخصص رو دارن، دقیقاً همون کار رو میکنن، یه جوشکار متخصصیه که همون کار رو داره میکنه، ولی انواع سطح دستمزد رو واسه اینا زدن. بعضی مقامینی کارگری هستش که دو برابر اون یکی یه جای دیگه داره میگیره. خود این شرکت های پیمانکاری هستن تا اونجایی که میتونن میخوان از دستمزد بزنن. این عدم همسازی دستمزد که یکی از خواستای کارگریه که همسان بشه، یکی از دلایل تفرقه است. و اینکه اصلا این همه کارگر به این همه شرکت تعلق دارن، فکر کنید اگه همه اینا استخدام خود وزارت نفت بودن، صنعت نفت بودن، چقدر تسهیل میکرد اتحاد و همبستگی بین کارگران. و از اون ورم که رژیم حالا جدا از این زمینه‌های دائمی فعالینی داره تو خود صنعت نفت که اصلا شغلشون اینه که هی زمینه پیدا کنن، کارگرها رو به جون هم بندازن و بخشنن، بعضی موقع موفق میشن. و کلن این اعتصاب نشون داد که از طرف مقابلم به هر حال کارگرها آگاهیشون رفته بالا، فهمشون رفته بالا و سعی میکنن با اتحاد و همبستگی از این تفرقه اندازی ها جلوگیری بکنن. خیلی ممنون. رفیق صفوی، شرایط کاری بسیار نامساعد، درجه حرارت بسیار بالا، نبودن ایمنی در محیط کار که جان و سلامت کارگران رو به خطر میندازه، اینا در واقع مسائل مهمی بودن که تو بیانیه اول شورای سازماندهی اعتراضات کارگران صنایع پیمانی صنایع نفت مطرح شدن. شما فکر میکنید که صنعت نفت و شاخه های گوناگون اون از نظر وقوع سوانح کار چگونه هستند؟ ممنونم. من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم میخواستم این نکته رو بگم که در ارتباط با صحبت های دوست گرامی مجید تمجیدی که اساسا در مورد بسیاری از کارگران اصلا قراردادی وجود نداره، یعنی شما رو به عنوان روزمزد استخدام میکنن که اگر ببینن شما در عسلویه و پتروشیمیا در بخشای پیمانکاری داریم صحبت میکنیم، اگر شما ببینن کارگر خوبی هستی، کارت خوب انجام دادی، مطیع هستی، سر به زیر هستی، میتونی تن به کار برده وار بدی، روز دوم شما رو صدا میکنن. در غیر این صورت روز دومی در کار نخواهد بود. یعنی اساسا در مواردی ما شاهد هیچ گونه قراردادی نیستیم، یعنی یک پیمانکار 4 نفر رو استخدام میکنه و به اصطلاح این میشه ارباب اینا و هیچ چیزی هم نیست، هیچ نهاد حکومتی هم نیست که به اصطلاح بخواد نظارت بکنه، گرچه هم اگر بود به نفع به اصطلاح پیمانکار و به اصطلاح در جهت سرکوب کارگران بود. اما در مورد بهداشت و ایمنی در پتروشیمیا خوشبختانه پژوهش‌های انجام شده توسط برخی از افراد دانشگاهی مستقل که با کمک کارگران در پالایشگاه‌های در پتروشیمیا و نفت گاز یا در بیش از 52 تا پتروشیمی که در ایران هست انجام شده و نکاتی رو به ما همه این مجموعه این پژوهش یادآور می‌کنه که قابل توجه. ما می‌دونیم که در خواسته در بیانیه اولی که اعتصابیون کارگران اعتصابی که در حال حاضر در اعتصاب هستند دادن، اشاره می‌کنن به مسئله ایمنی و بهداشتشون و به درستی این مسئله رو برجسته می‌کنن، نه تنها به مسئله بهداشت و ایمنی کارگران بلکه مسئله محیط زیست درون احتمالاً محل کارشون دارن صحبت می‌کنن. ولی این به سلام مسئله محیط زیست و پتروشیمی و نفت یه بحثی که ما میتونیم حالا بعدا دنبال بکنیم در ادامه این صحبت ها، ولی اینها مواردی رو که و نشون دادن، این پژوهش نشون میده که پتروشیمی های ما یکی از پرخطرترین محله های کار هستن، بعد از البته معادن و بخش ساختمانی یکی از پرخطرترین محله کارها هستن که اینا را فرضاً دستبندی کردن و دلایلش رو توضیح میدن. یکیش در اساس همون سیاست های کلی این حاکمیت هستش که هیچ گونه به اصطلاح هدفش صیانت از نیروی کار نیست، هدفش این نیست که به اصطلاح پاسدار جان و زندگی و به اصطلاح ایمنی کارگران باشه. یک
نکته بعدیش در واقع ناکارآمدی مدیریت ها هست و سطح نازل آگاهی این مدیریت ها از موضوع بهداشت و ایمنی هستش. و در نتیجه وقتی شما یه مدیریتی دارید که آگاهیش پایینه در حوزه بهداشت و ایمنی و بازرسانی دارید که در اساس در خدمت پیمانکاران و صاحبان شرکت ها و صاحبان سرمایه هستند، در نتیجه شما با طبقه کارگری روبرو هستید که آگاهی اون طبقه کارگر هم پایینه به خاطر کسی بهش مثلا آموزش ایمنی داده نشده. سومین مسئله شرایط جغرافیایی این مناطق هستش که واقعا هوای خب از آبادان بگیر تا مناطق جنوبی، این جایی که پتروشیمی و نفت و گاز وجود داره، در تابستان گرما، درجه گرما به حدود 40 یا مثل 40-50-60 میرسه که فرضاً در قدیم اگر میگفتن به 50 برسه در زمان شاه بعد کار تعطیل میکردن، ولی الان میبینید که به 60 هم میرسه، کارگران مجبورن تو محیط گرم و کشنده کار بکنن. مسئله دلیل دیگه از افزایش به اصطلاح این حوادث و شغلی ساعت کار طولانیه که کارگران توی این بیانیهشون اعلام کردن 12 ساعت در روز باید کار بکنن. شما تصور بکنید گرمای 50-60 درجه رو سرتون بتابه و 12 ساعت هم کار بکنید، خب دچار به اصطلاح استرس گرمایی میشید، دچار سرگیجه میشید، در نتیجه حادثه کاری تو اینجور مواقع ها بالا میره. یک مسئله بعدیش فرسودگی قطعاته که خیلی از این قطعات پالایشگاه ها و پتروشیمیا به اصطلاح احتیاج به تعمیر داره، ولی از اونجا که صاحب سرمایه یا پیمانکار میخواد پول به جیب بزنه، سود بیشتری به جیب بزنه، معمولا در مقابل اینجور به اصطلاح تعمیرات و نگهداری به اصطلاح سلنگاری میکنه. ببینید طبق قانونی که خودشون دارن که این قانونا در واقع یک قانونایی فقط رو کاغذ نوشته شده که بگن ما همچی قانونایی داریم، هر 2 سال باید تمام مثلا یک سیستم پالایش یا سیستم نفت تمامش از سر تا پا معاینه بشه، مورد رسیدگی قرار بگیره که اگر قطعاتی هستن که خراب شدن، ناجور هستن، اینا تعویض بشه و خطر حوادث شغلی رو کم بکنه، که متاسفانه همه چیزی اتفاق نمیفته در صنایع ایران. یکی این که خود همین مثلا تاسیسات نفت و گاز مواد آلاینده دارن و سمومی هستن که از این صنایع تولید میشن و نه تنها خطر جانی برای کارگران تولید میکنن، بلکه محیط زیست اطراف تمام به اصطلاح اون مناطق هم آلوده میکنن. شما گزارش هایی که در مورد سرریز شدن این پساب های کارخونه ها به دریا به خلیج فارس میبینید، مرتب میبینید، یک بار میبینید هزاران ماهی و مثلا زیستمند دریایی کشته شدن به خاطر این سموم ها. و نکته بعدی گفتم نبود بازرسی مداومه که این بازرس ها بیان و مثلا نظارت داشته باشن. توی گزارش هایی که میاد بیرون نشون میده که کارگرا به خبرنگار خود مثلا ایلنا و اینا میگن که آقا شما اینجا بازرس چیز فرستاده یا بازرس هست، ولی از تو اتاقش از زیر کولر در نمیاد ببینه که کارگران چه در چه شرایطی دارن کار میکنن. این هم موردی است که در پژوهش این به اصطلاح نهاد مستقل به اصطلاح چیز شده، منعکس شده. یکی دیگه به اصطلاح رفتار سوپروایزرها و به اصطلاح اون مدیریت هستش که اساسا این مدیریت ها فقط از شما میخوان که کار رو به سرعت انجام بدید، که هرچی زودتر به اصطلاح صاحب پول و ثروت های کلونشون بشن که مثلا برن در لواسان و جنگل های دیگه ویلا بسازن یا بیان در خارج کانادا و غیره و اینا ویلا هاشون رو بسازن. این هم نکته دیگه هستش که رفتار سوپروایزر ها و مدیریت ها نه بر اساس همکاری و راهنمایی کردن کارگرانه، بلکه بر اساس یک به اصطلاح رفتار نظامی گونه است که کارگران رو در یک مثلا فشار فیزیکی بی حد قرار میده که واقعا در حد مرگ قرارشون میده، و اینم یک رفتار نظامی و یک رفتار واقعا استبدادی که از سر تا ته این نظام رو مثل یک به اصطلاح قده سرطانی کشنده فرا گرفته. لباس ایمنی هستش که این لباس ایمنی که بهشون میدن با شرایط جغرافیایی و گرمای طاقت فرسای اونجا اصلا سازگار نیست. شما یه لباسایی بهشون میدن که اگر بدن، تو همه بخشا هم نمیدن، شما 5 دقیقه تو اون گرما بپوشی مجبوری که در بیاری از فرط به اصطلاح چیز. به هر حال این بخشو اینطوری خلاصه میکنم که در مثلا طی 10 سال گذشته نزدیک 200 نفر
کارگر جان خودشون رو به خاطر آتش سوزی ها، به خاطر حوادث شغلی متفاوت، از جمله سقوط از ارتفاع، بارها و بارها تکرار شده. و شما میبینید که این پیمانکار به کارگره یه هارنس یا این کمربند ایمنی نمیده که خودش رو به یک جایی وصل بکنه که دچار سقوط نشه. و همینطور سقوط و اینا 200 نفر کشته شدن. و این جدا از کسانی که شامل بیماری های شغلی بوده که جانشون از دست دادن. قبلا اشاره کردیم که سازمان جهانی کار میگه در ازای یک نفر که به خاطر حوادث شغلی کشته میشه، 5 تا 8 نفر به خاطر بیماری های شغلی جانشون از دست میدن و هزاران نفر مجروح ما داریم که از همین میان کارگران هستن که به صورت بردوار در صنایع پتروشیمی و نفت گاز داره ازشون چیز میشه، به اصطلاح مورد استثمار قرار میگیرن. رفیق مجید، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه اول خودش 9 تا درخواست رو مطرح کرد. 3 تا از این خواستا در رأس این مطالبات قرار دارن که عبارتند از 12 میلیون حقوق، حداقل حقوق ماهانه، پرداخت حقوق معوقه و 20 که من 20 روز در واقع کار کردم و 10 روز استراحت کردم. شما فکر میکنید که طرح این خواستای در واقع این 3 خواستی که تو رأس این خواستا قرار داره، این خواستایی که بیواسطه هم هستن، شما فکر میکنید طرح این خواستای بیواسطه و مطالبات تا چه حد میتونه نقش متحد کننده و قوام دهنده جنبش اعتراضی کارگران باشه؟ اونجایی که به این بخش که الان تو اعتصاب هستن مربوط میشه، این خواستا کاملا اونا فعالین محلی هست و اینو بر ماها مراوده فکری داشتم. میگم این اعتراضات پیشینه هایی داره و واقعا به این نتیجه رسیدن که چه خواستایی عاجله. خواستایی که همین شرایطی که محمد هم گفت، به خصوص برای کارگرهای پروژه‌ای، مثلا خود همه اونی که محیط زیست منظورشون خوابگاه هاست، تو اینا 26 روز اونجا هستن، 4 روز میرن به خانوادهشون سر میزنن، خود مسئله محیط زیست هم به عنوان خوابگاه، جایی که بعد از کار برده در خلال عذاب بخورن بخوابن مطرح میکنن. این شرایط به خصوص تو جاهایی که مناطق آزاد اقتصادی اسمشو گذاشتن اینقدر اسفناکه که همه رو متحد میکنه تا اونجایی که به این کارگر رو برمیده. مسئله دستمزد به نظر من یکی از کارهایی که اینا کردن اینه که دیگه چی میگم، خود من شخصا که این مسئله جنبش کارگر رو دنبال میکنم، واقعا بعضی موقع ازم دپرس سیاسی میگیره وقتی همش حقوق معوقه و اینا اومدن تعویضی برخورد کردن، بالاخره یه عددی هم گذاشتن وسط به خاطر اینکه یه دونه از همین کارگرا پروژه میگفت وقتی میری اونجا ماه بعد میخوای برگردی، همسر خودت میگه این چه پولیه، یعنی تو همین ماه، تو یه ماه میگه مگه خبر نداری قیمتا چیه؟ یعنی انقدر این تورم شدید و بالاست که الان میگی مثلا 12 میلیون آدم فکر میکنه خب مثلا حدود 3 برابر خورده نسبت به هر حداقل دستمزده. واقعا ما 2-3 ما دیگه حرف بزنیم نمیدونم 12 میلیون عدد مثلا مناسبیه یا نه. این در رابطه با این کارگرها واقعا دستمزد 12 میلیونی رو میخوان، ولی یه نکته هست اینجا، این که کارگرهایی که دستمزد بالاتر میگیرن تو شرکت های اون شرکت اصلی نفت، واقعا بدونن که وقتی شما 240,000 کارگر داری و بخش زیادی از اینا با دستمزد پایین و خیلی هاشون روزمزد و خیلی هاشون زیر حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار میکنن، اون یه ابزاریه که دستمزد تو هم بالا نره. یعنی میخوام بگم این قضیه متحد شعار متحد کننده اگه فراتر از این احتسابیون بخواد بره، یه مقدار کار آگاهگرانه بین کارگرها لازمه و
به خاطر اینکه الان همونی که تو بخش قبل گفتیم واقعا دارن تفرقه میندازن. به خیلی از کارگرای رسمی میگن مثلا مسائل و مشکلات شما نیست. و خواست همون 20 که شما گفتید واقعا الان خانواده‌ها اینا داره اصلا میپاشه. کارگرای اصلا که بچه‌های خودشون رو نمی‌بینن، یعنی وقتی میرن حتی بچه‌هاشون رو ببینن جنازه‌شون میرسه اونجا. و اون 26 روزی که تو اون شرایطی که محمد صفوی گفت کار کرده، وقتی میرسه خونه میخواد استراحت کنه، حوصله زن و بچه خودش هم نداره، حوصله صدا نداره، میره میشینه میگه یه خواب حسابی زیر پنکه و کولر بکنه. منظورم اینه که اون به شدت مستعد کننده است. همینطور خواستای دیگرشون. ولی اگر احتساب بخواد فراتر از این بره، به نظر من کار بیشتری نه فقط از جانب کارگران احتسابی بلکه از جانب همه، کسایی که رسانه دستشونه، کسایی که بالاخره روابط دارن، کسایی که بخشای مختلف دارن، یه مقدار ما با نوع احتساب سطح آگاهی بالایی فکر نکنیم اینجا وجود داره. یعنی شرایط انقدر سخته اینا اعتراض میکنن، ولی به آگاهی خیلی زیادی احتیاج داره که کارگرای بیشتری بیرون از شرکت های پیمانکاری، تو خود کارگرای رسمی شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت پالایش و حتی خارج از صنعت نفت بدونن که واقعا این نوع مبارزاتی که سرنوشت اونا رو هم تعیین میکنه. یعنی اگر این مبارزه با شکست روبرو بشه، 16 روزی هم اضافه نشه، بقیه هم میگن نگاه کن این همه زدن و اعتصاب کردن و داغون هم شدن، هیچی هم نرسید، حالا ما چرا این کار بکنیم؟ منظورم اینه که به خاطر اینه که سراسری تر از اعتصابیون بکنیم، از جانب همه کسایی که دل سوز مسائل کارگری هم، به خصوص تو مقطعی که اعتصاب داره گسترش پیدا میکنه، کار و فعالیت لازمه تا این اتحاد انجام بده. جدول مطالبات یا در واقع لیستی رو که مطرح کردن، همونطور که گفتم در واقع در رأسش چون مطالبات بیواسطه هست و از طرف دیگه یکی از مطالباتی که توی این لیست مطرح شده مسئله تأمین اجتماعی فراگیر هست تو عرصه مسکن، بهداشت و آموزش. در شرایط فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که رژیم درگیر اون هست، فکر میکنید که درخواست نفتگران اعتصابی تو زمینه تأمین اجتماعی فراگیر میتونه مطالبه ای باشه که با خواست و مطالبه اساسی اکثریت عظیم مزد حقوق بگیران یا کارگران و زحمتکشان انطباق داشته باشه؟ بله، در مورد 6 یا 7 خواسته ای که در بیانیه ابتدایی کارگران اعتصابی مطرح شده، اساسا بخش عظیمیش خواسته های صنفی هستش، در مورد دستمزد هستش، بهبود شرایط کار هستش، مسئله مسکن هستش، مسئله آموزش هستش، مسئله به اصطلاح مسئله اون حراست و دستگاه امنیتی که رژیم در هر کارخونه مستقر کرده هستش که کارگران زله شدن از دست این به اصطلاح محافل حراستی و امنیتی که در این نیا هستش. و در واقع میشه گفت که خواسته ای که کارگران نفت دارن مطرح میکنن به واقع خواسته اکثریت کارگران یا طبقه کارگری ایرانه. منتها من یه چیزی رو که میتونم اگر بخوایم از یه نگاه آسیب شناسانه نگاه کنیم، باید بهش به این شکل برخورد کرد که فرضاً اگر در زمان شاه یا در دوره‌های قبلی کارگران خواسته های صنفی خودشون رو مطرح می‌کردند، مسئله خواست تشکل رو هم مطرح می‌کردند و این خواست تشکل می‌دونستن که مسئله واقعی هستش که باید به اصطلاح این در ابتدا باید صورت بگیره که کارگران در هر مرحله بتونن قدرت چانه‌زنی داشته باشن، بتونن یقه کارفرما رو به پشتوانه توده‌ای خودشون بگیرن، یقه به اصطلاح در قراردادهای عادلانه رو بتونن برای کارگران تأمین بکنن. یعنی این یک کمبودیه که اینجا حس میشه و امیدواریم که این کمبود جبران بشه و این خواسته در جزء خواسته های اصلی طبقه کارگر ایران نیز قرار بگیره که خواهان تشکل مستقل
کارگری باشن که ما میدونیم توسط بخش عظیمی از کارگران ایران در جاهای دیگه به اصطلاح مطرح شده در دوره‌های قبل و در مبارزات اخیر از جمله موضوع نیشکر هفت‌تپه که ما میدونیم. ببین فقط مطرح کردن دستمزد و مطالبات صنفی در واقع میشه گفت که به یک نوعی بازی کردن توی خود زمین صاحبان سرمایه است، چون میتونه بیاد با یه چانه‌زنی یه مبلغی با تفرقه انداختن بین کارگران یه چیزی رو به شما بده و شما برگردی دوباره به همون کار بردوار ادامه بدی و هنوز اون افزایش دستمزد شما نگرفتید، میبینید قیمت اجناس با اون تورم شدید یا اون رکود تورمی که سیستم ما بهش گرفتار هستش، میبینی در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی همون کارگران رو عدد صفر و زیر صفر قرار گرفتن. در نتیجه این چیزی که مطرح کردن یک خواست همگانی و عمومیه و باید ازش پشتیبانی بشه. و یک چیز دیگه که به نظر من باید مطرح بشه توی این ساختار معیوب ایران، می‌بینیم که این رژیم به خاطر عملکرد سیاست‌هایی که داشته فقر گسترده ایجاد کرده. آمارهایی که میاد بیرون فرزند می‌بینیم که امروز یا دیروز بود نشریه فوربس اعلام کرده که 250 هزار نفر از اشرافیت سیاسی ایران که وصلن به دستگاه قدرت در همین به اصطلاح یک سال گذشته 24.3% ثروتشون رشد کرده، یعنی صاحبه این 250 هزار نفر که وصلن به دستگاه قدرت سرمایه اونها معادل 250 میلیارد دلار آمریکایی رشد کرده در ایران. این در حالی است که ما ببینیم 60 میلیون از مردم ایران طبق آمارهای خودشون به اصطلاح احتیاج به یارانه و کمک‌های دولتی دارن. نزدیک 25 میلیون یا 30% از نیروی کار ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارن، یعنی اینکه دستمزد اونا بر اساس معادلات سازمان بین المللی کار زیر 2.20 سنت. چه این چیزی 2.20 سنت؟ یعنی شما یعنی زیر خط فقر مطلق قرار گرفتید. در نتیجه ما با یک همچین سیاست‌های روبرو هستیم که طبقه کارگر ایران و بخش عظیمی از مردم ایران، نه فقط طبقه کارگر بلکه کارمندان و حتی مثلا کارگران رسمی که فرضاً حقوقاشون 2-3 برابر کارگر پیمانی بود، اونا هم صداشون به صدا در اومده به خاطر گرانی و تورم اینا. و ما امیدواریم یک چیزی که در سنت شرکت نفت یا کارگران مبارزات نفت بود، این که کارگران رسمی هر موقع اعتصاب میکردن و اعتراض میکردن فقط برای خودشون مبارزه نمیکردن، یعنی اون خودمحوری رو میذاشتن کنار و برای بقیه طبقه کارگر ایران، بقیه کارگرانی که کارگران غیر رسمی هستن تو پیمانکاری ها بودن و به اصطلاح قربانی سیاست های به اصطلاح همین قراردادهای کوتاه مدت بودن، برای اونا هم، برای رسمی شدن اونا، برای اونا هم که از حداقل امتیازات به اصطلاح حقوقی و بهداشتی و ایمنی و رفاهی برخوردار باشن مبارزه میکردن. امیدوارم که این کارگران رسمی ما که رژیم سعی کرده با این سیاست لایه لایه کردن حقوقها را به این شکل تقسیم کردن تفرقه بیاندازه درون کارگران رسمی ما با هوشیاری بپیوندن به کارگران پیمانی و کم حقوق ما و بی حقوق ما و برای اونا مبارزه بکنن. و این و در ادامه و اینکه به هر حال این مبارزه که در جریانه، خواستهایی که مطرح شده خواستهای اکثریت طبقه کارگر ایرانه. و یک نکته دیگه هم اینجا میخواستم بگم که در این 14 دهه گذشته ثروت‌های واقعا کلانی، میلیاردها دلار، رقم دقیقش رو الان نمیدونم، 100 میلیارد بیشتر از تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی عاید این اشرافیت سیاسی ایران شده. ولی در کشور مثلا شما نگاه میکنید در کشورهای امارات یا سعودی عربستان بخش‌های از این پول رو خرج به اصطلاح اقتصاد سبز کردن، کارهایی رو تولید کردن که کم کم از سوخت‌های فسیلی تماس بگیرن، مثلا فاصله بگیرن و کارگران در یک شرایط بهتر و سالمتر و بهداشتتری کار بکنن. اما دولت ایران در این زمینه هیچ اقدامی نکرده. برای همین برای ما توی یک نقطه بحرانی و حساس قرار داریم که امیدواریم کارگران ما و عموم مردم ما از این حکومت بخوان که پولهای نفت رو خرج این بورس بازی ها نکنن که تو جیب ثروتمندان بره، خرج به اصطلاح فرار، یعنی سرمایه رو از کشور خارج نکنن، بلکه صرف این خدمات اقتصادی بکنن که هم برای محیط زیست بهتر باشه و هم برای طبقه کارگر ایران به اصطلاح اقتصادی باشه که کم خطرتر باشه و بتونه کمک بکنه به رفاه کل مردم ایران. ممنونم از شما.
رفیق صفوی. رفیق مجید، همونطور که میدونید الان دیده میشه که نیروهای راست به این اعتصاب باشکوه نگاه ابزاری دارن و برخی از نیروهای چپ هم نگاه فرقه‌ای و گروه گرایانه. شما نسبت به این نگاه ها چه ملاحظه ای دارید؟ ملاحظه را بیشتر باید کارگرای نفت داشته باشن، اونم به این معنی که جریانات راست به نظر من کارگرها باید هوشیار باشن که این قضیه‌ای که تو انقلاب 57 بود که به قول همه کمر رژیم شاه و اعتصابات نفت شکست، ولی کارگرای نفت به حرف آقای بازرگان و رفسنجانی که فرستادنشون تو اعتصاب گوش کردن، بعد از انقلاب دوباره همینجور، این که بتونن نیروهای سیاسی یا افراد سیاسی یا اصلا نظریات سیاسی را با هوشیاری تشخیص بدن، این که همه از نفت به نظر من این که همه از این اعتصاب پشتیبانی کنن، چه راست باشن چه چپ باشن چه وسط باشن چه اصلاح طلب باشن، خوبه، نشون میده که حداقل این کارگرها حمایت خیلی وسیع دارن و تو مبارزه کمک میکنن. هوشیاری اونجا لازمه که ببینید چقدر جریاناتی که همین سیاستایی که من گفتم آقای بیژن نامدار زنگن پیش میبره چقدر به این سیاست ها توافق دارن، یعنی چقدر اونا خواهان مثلا خصوصی سازی اموال دولتی هستن، چقدر اونا خواهان این هستن که شرکت های پیمانکار، همینی که گفتن این سیاستی که جهانی شده میخوام تولید لاغر بکنن، اونا چقدر طرفدار این هستن. یعنی اگه شما نظریه پردازایی یا جریانات سیاسی راستی داشته باشید که طرفدار اینا باشه، خب اونم فردا میاد همین کارو میکنه، مگه اینکه روشن برنامه اقتصادیشو بگه کارگر بفهمه که این با این فرق داره. تا اونجایی هم که به جریانات چپ برمیگرده، خب ما خودمون از خانواده چپیم، چی میگن آرزوهای خودمونو بهتر میشناسیم، که همه جریانات چپ هم خوشحال میشن هم الان به وجد اومدن از این اعتصابات هم پشتیبانی میکنن و این خیلی خوبه، ولی بخش زیادی از نیروهای چپ بخصوص اونایی که خارج کشورن متاسفانه، ببینید شما دو جور توانایی در رابطه با بررسی از جنبشی پیدا میکنید، یا خودتون این پیشینه را دارین، فعال کارگری بودید تو محیطهای کارگری هستید و میدونی که مبارزات اعتصابات چجوری پیش میره، کجا باید تون برید کجا باید یواش برید، شما نمیتونی یه موقع به یه وانت باره کامیون رو بزنید، شاسی میشکنه. بعضی موقع این نگاه چپ اینجوریه که به خصوص وقتی نزدیک 40 سال اپوزیسیون بوده یا تبعیدی بوده، تا یه مبارزه میشه به وجد میاد و اون رگه ضد رژیمیش انقدر بالا میره که یه دفعه از یه اعتصاب توقع چی میگن تحقق همه آمال و آرزوهاش داره و این منتقل میشه. یعنی ما فعالین کارگری خیلی با تجربه، مثلا یدالله تجربه‌ای که من داشتم بالاخره سرد و گرم چشیده بود و همه اینا رو بالا پایینا رو دیده بود و وقتی با شرط می‌زدی می‌فهمیدید که این آدم از اونا نیست که با دو تا هندونه زیر بغل گذاشتن یا دست دادن خیلی احساساتی بشه، می‌دونست بالاخره یه توازنی داشت تو کار. ما خیلی از فعالین کارگری رو من تو همین سال اخیر دیدم، تو خیلی هم مبارز بودن، زندان افتادن، ولی عجیب زود سرد و گرمشون میشه، زود بالا پایی میرن و این به مبارزات کارگری تو این چند سال لطمه زده. من بیشتر این نظرم اینه که ما و همه نیروها، همه کسایی که دلسوزن، بنا به اون توانایی یا چیزی که دارن از این اعتصابات حمایت بکنن، یعنی خیلی هم خط و خطوط تعیین نکنن، یعنی ما به این فعالین محلی کمک بکنیم، تجربیه بدیم، ولی وقتی من در محل نیستم خیلی هم نمیتونم دقایق مبارزه رو تعیین بکنم یا بگم الان کجا برید کجا نرید. همینطور که میدونید اعتصابات سراسری نفتگران مورد حمایت و پشتیبانی تشکل‌های کارگری در داخل و حتی تشکل‌های اجتماعی هم قرار گرفت و
و از طرفی اتحادیه‌ها و سندیکاهای خارج از کشور هم از این اعتصاب حمایت کردند. شما این حمایت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، برای جنبش کارگری، برای کارگران ایران که الان در حال اعتصاب هستن و واقعا اینها الان درگیر مسائل معیشتیشون هستن، یعنی واقعا محتاج به نون شب هستن و خیلی هاشون در مقابل زن و بچهشون شرمنده هستن. واقعا این یک وظیفه اخلاقی تک تک ما، چه در ایران و چه ایرانیان خارج کشور هست، که از این انسان‌ها، گفتم بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنن، یعنی درآمدشون روزانه از 2.20 دلار کمتر هستش، و ما به عنوان یک هموطن، به عنوان یک مثلا کسانی که شهروندانی که باید برای همدیگه به اصطلاح دل بسوزون، برای اطلاع فرزند کشورمون، مردممون، هر چی که اسمشو میذاریم، اینها مهمه. یعنی کارگرانی که تو اون شرایط سخت حمایت میکنن، وقتی کسی از خارج از محل جغرافیاییشون ازشون حمایت میکنه، قوت قلب میگیرن، انرژیشون 100 برابر میشه. ما الان در این چند روزه گذشته فعالین کارگری در مثلا خارج از کشور واقعا تلاش‌های گسترده‌ای رو سازماندهی کردن و این و ما باید قدردان اونا باشیم. فرزند توانستن که از اتحادیه‌های کارگری نفت در عراق مثلا اعلامیه حمایتی بگیرن، که اونا یک اعلامیه بسیار زیبا تهیه کردن و از کارگران نفت حمایت کردن، همینطور پاکستان، همینطور اتحادیه‌های کارگری در ترکیه، همینطور امروز که من دنبال می‌کردم افراد دیگری از آمریکای لاتین و غیره اومدن پشتیبانی کردن از این حرکت کارگری. به نظر من این حرکت بسیار مهمه و امیدواریم که در خود ایران هم معلمان، جنبش زنان، جنبش‌های محیط زیستی، جنبش‌های اجتماعی که وجود دارن، نیروهای متفاوتی که در ایران وجود دارن، دفاع بکنن و نشون بدن که واقعا به راستی حامی طبقه کارگر و مردم خودشون هستن. در این صورت هست که جنبش کارگری ما میتونه به تدریج اعتلاء پیدا بکنه، میتونه ارتقا پیدا بکنه و سطح زندگی مثلا مردم بهتر بشه. برای همین حمایت‌های بین‌المللی بسیار مهم هستش برای جنبش کارگری. امیدواریم که همه به این حرکت بپیوندن. ممنون از شما. ممنون از رفقا مجید تمجیدی و محمد صفوی که در این برنامه شرکت کردند، و همچنین تشکر از بینندگان عزیزی که در این برنامه همراه ما بودند.